امروز در اتفاق نویسندگان تاجیکستان رونمایی مجموعه اشعار ژاله‌بده اصفهانی تحت عنوان شکوه شکفتن برگزار گردید. در مراسم مذکور اهل علم و ادب و علاقمندان آثار شاعر اشتراک و سخنرانی کردند. ذکر گردید که شکوه شکفتن بعد 34 سال نشر آخرین کتاب ژاله در تاجیکستان به نشر می رسد. خودری دوزه مرتبه کتابی شکوی شفتن. خب چرا ما شما مثلا تصمیم گرفتیم که کتاب ژاله بده رو مجموعه کتاب ژاله بده رو از میان ایرانی های فراری که هستن، از میان ایرانی های فراری دو نفری این های ما در تاجیکستان شاعر خود ما می داریم. این ها نماینده های ادبیات تاجیک هستند. یکی ابوالقاسم لاهوتی و دیگری ژاله اصفهانی. اینها گرچه از در ایران زاده شدند، در محیط ادبی ایران پرورش یافته به وای رسیدند و به همچون شاعر به کمال رسیدند، ولی شعرشان از تاجیکستان، از فضای تاجیکستان پرواز کرد. اینها در زمان شوروی به صفت شاعر تاجیک شناخته شده بودند، هم ابوالقاسم لاهوتی و هم ژاله اصفهانی. چون لاهوتی ما اساسگذار نظم نوی تاجیک میدونیم، توجه به آثار وی خیلی زیاد هست، لیکن متاسفانه از آخر سالهای 80 میلادی توجه به آثار ژاله در تاجیکستان کم شد، زیرا ژاله و همدان مهاجرت کرد، اتحاد شوروی برهم خورد، همین گونه توجه کمتر شد و آخرین کتاب ژاله هم در تاجیکستان سال 1987 به نشر رسیده بود و این نقطه 34 سال در تاجیکستان آثار ژاله تب نشده بود، تب نرسیده بود. و این سال بخشته به 100 سالگی ژاله اصفهانی بنده با شاعر اسماعیل ظریفی تصمیم گرفتیم که آثار ژاله اصفهانی در تاجیکستان نشر کنیم. نشر فعلی کتاب ژاله یکی از نشرهای مکمل آثار ژاله اصفهانی هست. در اساس 14 مجموعه نشر شده ژاله اصفهانی و منتخب آثاری که دو سال قبل از مرگ ژاله در تهران به نشر رسیده است و خود ژاله در تهیه آن شرکت داشته است و همچنین آن شعرهای ژاله که در مطبوعات تاجیک نشر شده است و به مجموعه های ژاله وارد نشده است شامل این کتاب گردیده است. این کتاب برای پژوهشگران آینده، برای نشر آینده آثار ژاله اصفهانی مساعدت میکند و در این گرمای تابستان من فکر میکنم که در اتحادیه نویسندگان در این نهاد مهم ادبی کشور این کتاب رونمایی شد. این فوری نیک است و آغاز نشر ژاله اصفهانی است. چون تعداد نشر این کتاب خیلی کم است در اینجا هم پیشنهاد ها شد، انشاءالله در نزدیکی کمی مختصرتر این شکلی مختصرتر آثار ژاله در تاجیکستان به تعداد بیشتر نشر خواهد شد. علاوه بعضی مشورات ها در این مسئله صورت گرفته است. چرا تر طول این از سال 34 تا این وقت کتاب ژاله نشر نشده است؟ سببی در 34 سال آخر نشر نشدن آثار ژاله در تاجیکستان این دوری، این کنده شدن ژاله از تاجیکستان است. بعد از اون که اتحاد شوروی برهم خورد و ژاله از مسکو به لندن هجرت کرد، آثار ژاله، خود ژاله علاقهش با تاجیکستان کنده شد. چون در تاجیکستان جنگ وطنی سر شد، در اینجا قریب 10 سال جنگ بود، دیگر ژاله با جامعه ادبی تاجیکستان رابطه نداشت. در این سالها البته در نشریه های ادبی کشور گاه گاه اشعار ژاله نشر شدند. در تاجیکستان 90 سالگی ژاله در سطح خیلی بلند و این سال 100 سالگیش تجلیل شد، ولی کتابی نشر نشده بود. چون کسی هم حوصله کرده آثار باقی مانده ژاله بازگردانی نکرد و همین گونه این مسئله برای 34 سال متوقف شد و اینک من قسم زیاد قریب 80% آثار ژاله که شامل این کتاب شده است به خط کلیلی، به خط تاجیکی این موضوع دسترس است. امیدوارم که در آینده هم از این کتاب و از این نشر فراوان استفاده خواهد شد. در مراسم رونمایی از ژاله بده به حیث شاعر بزرگ و نواور یادآوری کردند که در رشد و تکامل شعر تاجیکی نقش بارز داشت. شب را به یاد آن گل زیبا سحر کنیم، ما هر عاشقیم پریشان دردمند، عاشقان به یاد دلی یکدیگر کنیم، جوییم با صبا غم و درد فراق را، فریاد از آن دو نرگسی آشوبگر کنیم.
تاجیکستان من زیدمرون جوانی با تو دارم آشنایی با زمینت با زبانت با زن و مرد متین مهربانت با بزرگان ادب با شاعرانت بارها در دفتر شعر تو بودم نغمه ها بحر تو و ایران سرودم مستانه سلطانی و جاله اصفهانی از شاعران معروف است که از پر سالیم به سرودن شعر رحمت داشته است. سال 1947 که 25 سال داشت در نخستین کنگره نویسندگان و شاعران ایران که با همت استاد محمد تقی بهار برگزار شده بود شرکت نمود و شعر با عنوان ای بنفشه در ششمین روز برگزاری این برگزاری آن قرائت نمود. اشتباه عنوان کردن و ارزیابی کردن این چیزها موضوعهای سنتی، از دید سنتی، از احساس و عواطف سنتی کاملا یک نوع فرار باشد. ولی شعرش، شعری نمایش، شعری چیزش، شعری واقعا معجونه، یک سرشته جتوه مردیت زیر سنگ یک روز سرزگی بیرون که سنگ روز سیاه را چو آر بیزی تو اگر چو آدمی این روز می شوی مدفون پگاه روز دیگر چون فرشته خیزی تو. یعنی جلال بعده اختاب است که با تعریف و تفسیر یادگان دارد برای که لما قیخ رو در ادبیات دارد، در همین زندگی دارد، در ادبیات دارد و جلال بعده رو هیچ وقت با نادر نوتنپور و دیگر شهری رو دیگر رو برای که این سطح خود، رویه خود و معنی های بلند خود رو دارد و خیلی را حق نداره که رو یکی رو پس داریم گیر رو برند در همون سطح همین آدم حتی یک با اندشته من یک سر گردم بلوتر است در موضوع اجتماع بشن جدا زیان دیار هم بشن دیگم نمیخوان در نگرم سراکو وطن دریا دی و دریا دی وطن زیست و دریا دی وطن وطن مرد. شوق دادن هنر است. میشود باری دیگر لاله رنگین مرور گونچه سرخ فروبسته دل باز شود. من نگویم که بهاری که گذشت آید باز، روزگاری که به سر آمده آغاز شود، روزگاری دیگر هست و بهاران دیگر. شوق دادن هنر است. شو کردن هنری بابوتر. جالب ده که نام و نسب اصلیش مستانه سلطانی است. سال 1922 در اصفهان زاده شده است. سال 1946 با همسرش شمس‌الدین بده به اتحاد شوروی فرار کرد. جالب از سالهای 50 به محیط ادبی تاجیکستان پیوسته در زمان شوروی به حیث شاعر تاجیک شناخته شد. کتاب های جاله در دوشنبه، باکو، مسکو، تاشکند، تهران، لندن، پاریس و تب رسیدند که مهمترینشان گلهای خودروی، یادگار، مادران صلح می خواهند، ارمغان، دستگل، زندرود، انتظار، هنگام وفات، کشتی کبود، جیوه ریکا، سینی کرابل، پریلیوتنی پتیسی و غیره ها می باشند. مؤلف رساله شعر نو در ایران است. در زمینه لیبرتوی او در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی اپرای پرستو صحنه گذاری شده است.